سلام دوستان به کانال فرهاد تکنیک خوش اومدید فرهاد هستم و با برنامه آموزشی دیگه در خدمتتون هستم امروز میخوام کامنت هایی که سالات متداولی که شما توی کامنت ها می و جواب بدم دونه بدونه بریم جلو ببینیم چی میشه بدون وقفه Let's گو دوستان اگه سالت تخصصی دارید در مورد ورزش یه جایی گیر کردید کسی نمیتونه بهتون کمک کنه حتما توی کامنت ها ذکر کنید می یعنی سعی می‌کنم که جواب بدم مثل اینجوری بعضی اوقات سعی می‌کنم که ویدیو بگیرم اگه ببینم مثلا مهمه و خیلی این سوالو دارن پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید ویدیو رو میاتون رو لایک کنید مهدی سال پرسیده آقا من مریض شدم از وقتی ورزش رو به صورت جدی شروع کردم مریض نشده بودم حدود هفت ماه الان که مریض شدم دکتر رفتم و تقریبا حالم خوبه ولی هنوز یه مقداری سرفه و غیره سوال اینه که چه؟ به چه صورت باید ورزش کنم چون امروز به صورت اساسی رفتم همون تمرینای همیشگی رو انجام بدم انگار که کلا نفسم بالا نمی اومد و خیلی وضعیتم خراب بود الان باید چیکار بکنم دقیقا هیچ چیزی ازش بپرسم یه مدت ورزش نکنید مثلا دو سه ماه ورزش نکنید شاید مثلا اون موقع مثلا 20 تا بار فیکس میرفتی میری سر تمرین میبینی مثلا 5 نمیتونی بری درسته هر موقع که میخواید برید دوباره شروع کنید انگار که مبتدی شدی عادی هم هست تنها کاری که باید بکنید اینه که باید نم نم برید باشگاه که دوباره بیایید رو فرم میدونید چی میگم این یکی از دلیلاش میتونه باشه دلیل دومش اینه که شاید مثلا شما یه مریضی گرفتید که مثلا توی ریه و اینا عفونتی چیزی انجام داده اونو دیگه من نمیدونم باید حتما برید دکتر دکترتون باید بهتون بگی که مثلا این اتفاق افتاده یا نه یه نکته که اینجا میتونم بگم اینه که دوستان یادتون باشه بین تمرینتون دو روز بیشتر فاصله نباشه نهایتا سه روز یعنی چی؟ یعنی مثلا شنبه رفتید تمرین یه شنبه تمرین نمی کنید استراحته بهترین حالتش اینه که مثلا شنبه بری تمرین یه شنبه استراحت کنید دو شنبه بری تمرین درسته؟ یا اینکه مثلا اگه هرفهی هستی شنبه یه شنبه دو شنبه همینجوری ولی حالا میخوام بگم مثلا اون بیشترین زمان فاصله ای که میتونه بیفته شما اون روندتون افت نکنه اینه که شنبه رفتی تمرین یه شنبه استراحت کردی دو شنبه استراحت کردی سه شنبه دیگه برو سر تمرین چی میگم یعنی دو روز اون وسط استراحت داشته باشید دیگه بیشتر نشه یعنی زمانی باشه که تمرین نکرده باشید اگه مثلا یه هفته تمرین نکنی باز ممکنه یه کوچولو روندت افت کنه یعنی اون تواناییات یه ذره کمتر بشه پس همیشه تمرین رو مستمر انجام بدید استمرار توی تمرین خیلی مهمه سال بعدی که خیلی سال جالبیه و خیلی از رزمی اونایی که میخوان رزمی رو شروع کنن به این سال یعنی یه جورایی میرسن یه زمانی این هستش که استاد من قدم 170 هستم به رزمی علاقه دارم بیشتر به رشته فول کیک بوکسینگ و مویتای علاقه دارم و دوست دارم در آینده به UFC راه پیدا کنم آیا قد من کوتاه است و ضعف دارم از این بابت یا اصلا و منظورش اینه که این نقطه ضعفم یا نه ممنون میشم که جواب بدید خب اگر بخوام اینو اگر بخوام اینو جواب بدم ببینید در مورد قد و رزمی اگه بخوام براتون صحبت کنم این خیلی نکته جالبیه خیلی از ورزش های رزمی مثلا رشته بوکس درسته دست شما که بلندتر باشه رنجش بیشتره تک فاندو کیک بوکسینگ پاهای شما بلندتر باشه رنجش بیشتره یعنی حریف مثلا یه متری شماه پای شما میخوره بعد چیزی رو ساعت میگم اونم تو یه متری شما دیگه که پای شما بهش خورده اون پاش نمیخوره به شما مثال یه مثال بارس که میتونم در این رابطه بهتون بگم اولا که رشته یو اف سی رو اگه ویدیوهاشو نگاه کنی خیلی از رزمیکارای کوتاه قد هستن که با رزمیکارای بلند قد یعنی مبارزه میکنن توی قسمت گراپلینگ سعی میکنن همیشه بهشون نزدیک بشن توی حالت جوجیتسو رو زمین حرکات رو انجام بدن چون رنجشون مثلا اونایی که قدشون بلنده بیشتره به خاطر همین حرکت همیشه سعی میکنن نزدیک بشن یه ورزش دیگه که اصلا گراپلینگ و رو زمین حرکات رو زمینی و کشتی مانند نداره ورزش بوکس مثلا یکی از حریفایی که یکی از کسایی که شما میشناسید قدش همیشه کوتاهتر از رقیباش بوده کی هستش مایک تایسون خودمون انگلیسی رو میگم مایک تایسون خودمون نگاه منبدمونه حالا مایک تایسون همیشه کوتاهتر از حریفاش بوده یه تو یکی از اینترویو هم میگه که من با اینکه کوتاهترم خیلی میگن که مثلا من رنج دستم و اونا کمتره اونا ریچشون بیشتره میشن میتونن دورتر ضربه بزنن به من زودتر بخوره من همین قد کوتاه بودنم و دقیقا همینجوری میگه از همین قد کوتاه بودنم که نقطه ضعف من حساب میشه برای نقط قوتم هم استفاده کردم چجوری از این کار استفاده میکنه؟ همیشه میومد جایی که با حریف بلند تمرین کنه اصلا گارد تایسونی از کجا اومده میومد از پاهاش استفاده میکرد حتی پایین ترم میشست یعنی جایی که مثلا این حالت استفاده کنه میومد پایین ترم میشست پرش میکرد به سمت جلو حرکات رو میزد امیدوارم که تو ویدیو بوده باشم الان که بلند شدم پرش میکرد حرکاتو میزد اینگا از زیر مثل مثال اگه اینجوری مثل قورباغه اینجوری میپرید به سمت جلو حرکتو میزد مثال حالا مثال خوبی نبود ولی حالا متوجه شدید دیگه پس هر ورزش شما انجام بدید قد 170 میتونید راحت این کارو رو انجام بدید هیچ مشکلی نداره و نکته دومی که در مورد قد میتونم بهتون بگم اینه که همونطور که گفتم توی ورزش که درگیری تن به تن دارید قد کوتاه میتونه حتی نقط قوت شما باشه کشتیگیرا مثلا اونایی که کوتاه قد ترن انگار یه نقط قوتی دارن به اونایی که بلند قد ترن راحت میتونن زیرگیری کنن مثال دیگه یه ورزش دیگه که مثلا خیلی قد کوتاه هستن توش ژیمناستیک هستش قد کوتاه توش بهترن هیچ تالا شما ژیمناستیکا رو دو متری ندید بره سه بزنه حالا اینا رزمی نیست ولی حالا وزن برداری شما هر چقدر قدتون کوتاهتر باشه وزنه رو باید نسبت به زمین بیش... یعنی کمتر از زمین بلند کنید پس اینم یه نقطه قوت شما میشه جاذبه یه جورایی کمتر میکشه دیگه هرچی بالاتر رو ریدون پس یادتون نره قد کوتاه همیشه هم بد نیست شاید ممکنه شما باید ببینید چه ورزشی رو میتونید در این رابطه انتخاب کنید که اگر قد کوتاه هم دارید میتونید به عنوان نقطه قوتتون ازش استفاده کنید نوشته شده که سه روز میره تمرین بدنسازی میکنه دوست عزیزمون یک شنبه نه یک شنبه سه شنبه و پنج شنبه روزای زوج هم میره باشگاه کیک بوکسینگ روزای زوج که میره باشگاه کیک بوکسینگ روز ریکاوریشه نمیدونم روز ریکاوری شما که نمیتونید تمرین کنی ریکاوری یعنی این که بشینی خونه دیگه هیچ کاری نکنی یعنی استراحت بدی به اون ماهیچه ورزش نکنی حالا تو روز ریکاوری میری کیک بوکس انجام میدی در اصل اگه مثلا کیک بوکسینگ کار هستی باید برعکس می بود یعنی تو روز ریکاوری باید میرفتی بدنسازی انجام میدادی در اصل اونم که ریکاوری نمیشه که گفتم ولی حالا اگه روزای باشکا شنا سوئدی برم و کیسه بوکس بزنم توی باشگاه ازول سوزی نمیشه که خب سال خیلی خوبه سال خیلی مهمه خیلی ها این سال دارن مبحث ازول سوزی درسته؟ ببینید اگر شما کیک بوکسین کار هستید بوکسور کار هستید هر ورزش رزمی میرید یا هر ورزشی میرید کیک بو... میگم کیک بوکسین بدنسازی رو در کنارش انجام میدید شما نمیخواید برید مسابقه بدنسازی انجام بدید که پس اصلا اینکه شما عضلتون مثلا حجم نداشته باشه مهم نیست شما وقتی میدید بدنسازی انجام میدید ببینید حجم مایچه شما بیشتر میشه آب و پروتئین میره داخل سلول ها تارهای مایچه تون حجم مایچهتون بیشتر میشه از سن رشد به بعد ماهیچه شما دیگه مثلا این تارهای ماهیچه است اگه این یه دونه باشه میرید باشگاه بدنسازی دو تا نمیشه همین یه دونه زخیم تر میشه اینو یادتون نره پس عضل سوزی که الان شما میگید در اصل یعنی این که حجم ماهیچه تون بریزه درسته حجم ماهیچه اصلا شما نیاز ندارید ما میریم بدنسازی که قدرت بدنیمون زیاد بشه قدرت انفجاری مون زیاد بشه توی حرکات مثلا رزمی قدرت انفجاری یعنی چی؟ قدرت بدنی که میدونید یعنی مثلا اگه شما مشت میزنید ده کیلوه میرید بدنسازی میکنید ماهیچاتون یه جورایی نروای بدنیتون اون سلولهای های عصبیتون در اصل یه جورایی قوی تر میشه با همدیگه بهتر کار میکنه قدرت ضربه دست شما بیشتر میشه مثلا از 10 کیلو میشه 100 کیلو این رسان ربطیم که حالا شما حجم ماهیشه داشته باشید یا نداشته باشید ربطی نداره یعنی شما ممکنه حجم نداشته باشید ولی قدرت رو داشته باشید اینو یادتون نره بعد میشه مفظ ازول سوزی ازول سوزی باز همونطوری گفتم ازولتون از بین نمیره حجمش کم میشه باز این میگم در شرایط عادی هست هم ممکنه ازال سوزی بشه توی مثلا بدنسازی هم که برید انجام بدید ممکنه واقعا هم بعضی اوقات به صورت زیاد که انجام بدید قاعدتا بعد از حتی سن رشد تارهای مایچه شما هم بیشتر بشه یعنی از یه دونه مثلا بشه دوتا اون که هیچی یه مدل دیگه مثلا میتونید اینو بیشتر تمرین کنید که بافتای بافتای مایچیتون بیشتر بشه این هستش که تمرینات قدرتی انجام بدید ست های خیلی تعداد پایین پس خیلی دیگه حرفه‌ای شد هر چی من دارم میگم شما بیشتر شاید گمراه بشید پس اگر شما کیک بوکسینگ کار هستید جواب اگه این کامنت رو بخوام بدم اگر شما کیک بوکسینگ کار هستید حجم ماهیچه نیاز نداری زیبایی ماهیچه نیاز داری قدرت ماهیچه نیاز داری در اصل شما باید بدنسازی رو در کنار رزمیت انجام بدی ولی حالا اگه شما بدنساز هستی میخوای بری کیک بوکسینگ علاقه داری به کیک بوکسینگ ولی بدنسازی هدف اصلیته اونجا ممکنه حجم ماهیچت با شناس سوئدی که توی ریکاوریت انجام میدی که میری باشگاه کیک بوکسینگ واقعا کمتر بشه یعنی حجم ماهیچت به اصطلاح چر... چی میگن اه... ماهیچه سوزی انجام بدی اگر تمرین مثلا سنگین باشه و اینجور چیزا خب دوستان امیدوارم که تا اینجا این ویدیو خوشتون اومده باشه و, و حتما یه چیزی یاد گرفتید مطمئنم همه این چیزایی که گفتم یه سریاشو نمیدونستید اعتماد به نفسی دارم برای خودم یادتون نره ویدیو رو لایک کنید توی کامنت ها با سوالی دارید بپرسید نه توی همین سآ... یعنی ویدیو توی ویدیوهای دیگه هم اگه کامنت بذارید مهم نیست همه رو سعی میکنم که بخونم از این بعد سعی دارم که هفته یه بار یه همچین ویدیوهایی بگیرم که مثلا برای شما سوالات رو جواب بدم به خصوص سوالای مهمی که فکر میکنم همه میتونن توی ذهنشون یعنی دارن یه همچین سوالایی رو پس حتما یادتون نره توی قسمت کامنت ها همیشه ذکر کنید ویدیو رو سیف کنید به اشتراک بگذارید کانال رو حتما سابسکرایب کنید تا برنامه بعدی خداحافظ